مرحبا ببینید با ما در این زمان آنلاین مدل <سؤال> بگیریم و کنکتور داریم اینجا در اینجا باید خیلی خوش آمدید به یک ویدیو دیگه با من. امروز میخوایم با همه که راجب جملات مدل <سؤال> صحبت بکنیم و یک حرف ربط مهمی در این جملات به نام این دیم پس حتما همراه من باشید خب بریم سراغ مجلزتون اول از همه مدلزت چی هست اصلا؟ مدلزت در واقع یا مدلزات سه جملات نبنزاتی هستن جملات غیر اصلی هستن که میان و یک روش یک مدل انجام کاری یک ابزار انجام کاری رو توضیح میدن که ما راجع به اون کار تو جمله اصلیمون صحبت کردیم یعنی دارن نشون میدن آقا اگه جمله اصلی من هاپتات من میخواد اتفاق بیفته من به چه روشی، به چه ابزاری، به چه وسیله‌ای برای یافتن اون جمله اصلی احتیاج دارم. تان Auf Deutsch heißt es: Der Nebensatz, eigentlich Modalsetz, beschreibt die Methode, das Mittel دست das Instrument, wie ein Ziel im Hauptsatz erreicht werden kann. خب از داره همینه میگه. که جمله حالا مدل مای همون نبنزات ما میاد توصیف میکنه اون متود یا روشی رو اون وسیله یا اون ابزاری رو که اون هدف ما در جمله اصلی میتونه باهاش به نتیجه برسه اون هدف ما میتونه میگم میگه به نتیجه برسه بهش دست پیدا بکنیم به اون هدف حالا با چه ابزاری حالا این میشه اون حالت مدل ما حالا اصلا یه مثال فارسی براتون بزنم مثلا اگر که چجوری میتونیم مصرف آبمون رو کمتر بکنیم اگر یا به وسیله اینکه به وسیله اینکه ظرف ها رو با آب نشوریم با کف بشوریم مثلا مصرف آبمون رو کمتر میکنیم این جمله ای که من میگم به وسیله اینکه اینجوری که اینی که من دارم روش انجام یک کاری رو میگم برای اینکه جمله اصلیم به هدف برسه هدف جمله اصلی رو بهش برسم روششو متدش نمیدونم ابزاری که ازش استفاده میکنم جوری که این کار رو انجام میدم همه اینا میشه مدل زدس ما حالا ما امروز میخوایم بیایم از چند تا کنکتوری که اون مدل زدس داره اول اینکه از حالت زدسش یعنی در حالت وربالش استفاده بکنیم چیزی که تو جمله میاریم شما میدونیم که غیر از حالت وربال ما از حالت نومینال هم داریم اسمی هم داریم چجوری بیایم با یه اسم حالا اون منظورمون رو برسونیم امروز داریم دوباره با هم دیگه راجع به حالت وربال یا همون فعلیمون صحبت میکنیم از حالت فعلی ما میتونیم چند تا کنکتور داشته باشیم امروز میخوایم با هم دیگه راجع به کانکتور این دیم صحبت بکنیم دوباره همون بدین جهت که به وسیله این که این جوری که همچی معنی به فارسی خب همیشه برای ما مهمه که من چه سوالی باید بپرسم که این جواب بگیرم سوال من چی میتونه باشه؟ یا وردوش که راجب وردوش جلسه بعدی بیشتر با هم صحبت میکنیم یا وی وی کن من بنزین شپارن مثلا چجوری آدم میتونه در مصرف بنزین صرف جویی بکنه بنزین شپغن میشه بنزین سیو بکنه بنزین ذخیره بکنه منظور فارسیش میشه در مصرف بنزین صرف جویی بکنه سوال چجوری میپرسم vi چگونه چون میگم مودال داستر در جواب مودال فاگه همون وی میاد دیگه چه جوری من یه کاری ها انجام میدم so kann man dann das austroten man kann benzin sparen indem man langsamer fährt man kann benzin sparen indem man langsamer fährt masalan حالا من واقعا اطلاعی ندارم که این واقعا درسته یا نه ولی آدم میتونه بنزین ذخیره بکنه در مصرف بنزین صرفه جویی بکنه به وسیله اینکه آهسته تر برونه. آدم میتونه بنزین صرفه جویی بکنه، در مصرف بنزین صرفه جویی بکنه، بنزین ذخیره بکنه به وسیله اینکه آهسته تر برونه. این به وسیله اینکه یا بدینگونه که آهسته تر برونه، جمله مدل ما میشه. یعنی الان این هاوبزاتس سمنه و این مدل سمنه خب با هم دیگه دیدیم دیگه موعدل باید نبن زت باشه نبن یعنی چی یعنی بین دو تا جمله من کما میاد این اینده به عنوان کانکتوری کونکسیون دو تا جمله رو با هم دیگه وصل میکنه هاپتز که تکلیفش مشخصه وبشتت همیشه auf position 2 und beim Nebensatz verb steht immer am Ende و برای نبن زتمون هم فعلمون همیشه میاد آخر قرار میگیره و این شد جواب وی indem man langsamer fährt همراه من باشید میخوایم بریم یه سری مثال راجع به جملات مودال با این ببینیم خب میخوایم ما هم دیگه یه سری مثال راجع به جملات این ببینیم اولی رو براشون دوباره با سوال نوشتم ببینیم چه جوری سوالش رو میپرسیم و سوال پرسیم چه جوری جواب میدیم wie kann man schnell deutsch lernen wie kann man schnell Deutsch lernen? Adam çocuğu tümünü sari almaniyat begire. Was sie immer fragen. Indem man täglich viele Stunden übt, kann man schnell Deutsch lernen. Indem man täglich viele Stunden übt, kann man schnell Deutsch lernen. به وسیله اینکه آدم هر روز یا روزانه ساعتهای زیادی رو تمرین بکنه میتونه سریع آلمانیات بگیره. یا اینجوری که آدم هر روز یا روزانه ساعتهای زیادی آلمانی تمرین بکنه یا ساعتهای زیادی تمرین بکنه میتونه سریع آلمانی یاد بگیره چیزی که مهمه اینجا بدونین اینه که میبینین من دارم توی فارسی فائل یکی از جمله ها رو حذف میکنم توی آلمانی ما توی اون سو اینا رو یاد گرفتیم یا توی تو اینفینیتیو یاد گرفتیم که میتونیم فعلا رو حذف کنیم و تو بیاریم توی ایندم نمیشه یعنی توی ایندم شما باید حتما برای جمله دوم نه حتما منظورم اینه که برای جمله دوم فعالتون رو باید ذکر بکنید حالا بعضی وقتا به قرینه لفظی میتونین فعلا حذف بکنین ولی قانونش اینه که میگم ذکر بکنید فعالتون رو داشته باشین اگر چه فاعلتون با جمله هاپساتتون یکی باشه ولی خب چون در این جمله این ده میارین به وسیله اینکه آدم هر روز یا روزانه ساعتهای زیادی تمرین بکنه این آدمه باید بیا من قضیه من رو هم میدونین دیگه با هم دیگه توی آیک خوندیم و اینا که اصلا چرا من یه آدم میده اینا.

دان کن دم کان آک هیا شتی. دان یه آن داره ساز. مان دیبن شتزن این دم مانس آب شیست. مان کان سان فاراد دیبن شتزن این من اس آب شیست. آدم میتونه دوچرخش رو از دوست دام حفظات بکنه. یعنی در دروغ از دوچرخش در برابر باره دوست هم مبادبات بکنه. مراقبت بکنه. دایرگان ترجمه ای فارسیش به وسیله ی این که اون رو قفل بکنه. Was lenke und nur laut spukone, ruf spukone. Mofes war später in Tori. Do bade in Jawal Hauptsatz, aber egal, wir konnten es auch umgekehrt haben. Indem unser Konnektor abschließte. Abschließt. Trennbares Verb steht am Ende konjugiert. Ho, passt man kann sein Fahrrad von Lieben schützen, indem man es abschließt. با وسیله این که یا بدین گونه که اون رو قفل بکنه. Man kann Petra zum Lachen bringen, indem man ihr einen Witz erzählt. Man kann Petra zum Lachen bringen, indem man ihr einen Witz erzählt. آدام میتونه پترا رو به خندوندن، به خندیدن بیاره به وسیله این که براش جوک تعریف بکنه. آدم میتونه پترا رو بخندونه به وسیله اینکه براش یک جوک تعریف بکنه این دیم من یه انن ویت دوباره دوباره میبینین تو ستای این جمله ها که ما الان اینجا مثالش رو دیدیم این دیم که اومد دوباره زوبیکت ما هم اومد من 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 حالا اینجا همش با من بود چون تمام سوالای ما با من بود ولی حالا شما میتونین زوبیکت دیگه هم داشته باشین خیلی متداول اینه که از من استفاده بکنین چون میگم معمولا وقتی داریم روش یه کاری رو توضیح میدیم راجع به خودمون خیلی صحبت نمی کنیم داریم راجع به کلا چجوری باید این کار رو انجام بدیم صحبت میکنیم که من یه فرم خیلی راحتی برای اینکه یه پسیوی بیاریم در معنا که الاز گرامری پسیو نباشه حالا پس من میاریم و دوباره میگم این دیم که میاد نونزات فیلمی آخر یه نکته دیگه که اینجا جالب بود برام بهتون بگم Zum Lachen bringen. dann, aber dann, die dann, stand, bevor sie zu etwas bringen. So Petra zum Lachen bringen. Das ist auch interessant. Und das war unsere heutige Sitzung. Heute haben wir zusammen den Modalsatz mit in dem gelernt. Ich hoffe, dass Sie alle diese Sitzung wirklich gut und sinnvoll finden. این بود جلسه ای امروزمون امیدوارم که این جلسه برای همتون خوب و مفید بوده باشه امروز اومدیم با همدیگه این حالت جملات مودال رو با حرف ربط این دی میاد گرفتیم اگر که دوست داشتین براتون مفید بود لطفا لایک بکنین با دوستانتون به اشتراک بذارین و سابسکرایب به کانال ما رو تو یوتیوب فراموش نکنین خیلی ممنون که تا اینجا ای کار همراه ما بودین فیلم تانک فور بیس